با سلام و درود به احترام خود هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا. شاهزاده عزیزمون خبری که آقای کنگرلو با آبتاب تعریف کردن و گفتن برای خبرنگار صحبت کردن تکذیب کردن. دو گزینه بیشتر توی قضیه نیست. آقای کنگرلو خب مدتی نبودن. آقای کنگرلو مدتی از قابوس رفتن و رفتن با آقای همایون و با آقای مفتی و کیون ها میخواستن رئیس جمهور بشن ایشون و دولت در تبعید تشکیل رو از این حرف ها. البته من بارها گفتم من هیچ وقت ایشون خوشبین نبودم، واقعیت امرتون میگم، به خودم گفتم، من چند سال پیشون در ارتباط بودم و در نهایت اگر البته اینو بگم قبلش که من مطمئنم که تماس های زیادی از مراجع تقریبا دفتر شازه و شازه زمون داشتن قوم، نجف و جای دیگه سیستانی فوق و محافظه کار من قبلا گفتم خدمتتون، ولی ایشون گفتن و بچه هم تو صحبتون گفتن که من اشتباه کردم در اخبار شاید گفتم. در نهایت اگر خدای نکرده خدای آقای کنگرلو به عمد این کاری کرده افکار عمومی منحرف کنند، کار خیلی بد و ناپسندی کردن و باید بیان عذرخواهی شدید بکنن، چون ایشون به شاهزاده نزدیک هستن، شاهزاده برایش احترام خاصی قائل هست، ولی خودش به خودش میکنه. شاید هم سیاست باشه که مثلا برفرض این گفته شاهزاده بهش گفتن بگو، بعد دوباره بگن نه، چون سیستانی وحشتناک به تو قبلا گفتم بازم تکرار میکنم که محافظه کار هست و به هم میریزه، ولی حکومت تالی چه اختیارشون نده و دفتر خامنه هیچی را اسمشون نده. من باید شادر میکنم اتون هم میهنان گرامی به اطلاع شما میرسم که شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر دیدار یا تماس با اطلاع سیستانی نادرست و کذب است. همچنین باید تاکید میکنم که اخبار صحیح و موثق و مرتعی را تنها از طریق صفحات از حساب رسمی من دنبال کنید و از انتشار اخبار کز و تایید نشده که میتواند با سردرگمی و ایجاد حاشیه شود خودداری نمایید. این بیرش آزاد است. امیدوارم که آقای کنگرلو هر چی هست اونوری نیفتاده باشه، یعنی باز بازیچه قضیه قرار نگیره و علیه شازه نیاز به حرفا نداره. اونها اگه کارم کرده باشند، اگه به تماسم گرفته باشند برای بقا و نجات خودش، همین، چون اونها میدونه همشون رفتنی هستن، همشون کار میکنند. خب منم اگر اینجا چیزی گفتم که خلاف واقع بوده از طرز زبان های کنگرلو عذر میخوام، چون من واقعا بس این گفتم و گفتم ایشون منبعش این بوده و یه حرف آقای کنگرلو بوده. خب خدمت شما هستم که آقای حسن خمینی میگوید برخلاف انقلاب 57 که 100% محرومین حامی جمهوری اسلامی بودند، حالا پایگاه اجتماعی حکومت روی دوش طبقه متدینین است. این ریاکارا، این دروغگوها، یعنی افرادی که کلاشری درست میکنن، افرادی که دزدی میکنن بعد میگن توبه میکنن، افرادی که زنا میکنن ربا میخورن بعد میگن ما توبه میکنیم، درست نه خط و خر نیست، خاطر جمع باشه. متدینین حال دارم از یه حرف کردم هم میخورم متدینین انشاءالله ریشتون خدا بزنه که هم میزنن. رو نوه روح الله خمینی در صحبت خود در دیدار با اجرای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی همچنین طبق طبقه متعین را هسته سخت دفاع از جمهوری اسلامی خواهد. حالا به هم میخوره، از خود هم به هم میخوره، اصلا نبارم تو هم یک بیشرف دوبی نداری تو من میشنسم. او در بخش دیگر صحبتهایش فقر ناشی از ظلم و عامل بر اثبات مردم خواهد. بله شما 4.5 میلیارد دلار خرج قبول ملعون کسافت کردید، اون دروغ کذاب کردید، تو هم نوه همون هست. 4.5 میلیارد دلار غیر ریالش ها بعد باید فرق ایجاد بشه. چرا نشه تو شبی اینقدر خرج کن، پول قیلیم تن بکن، پول این پول اون پول اون بده، تو بعضی 300 نفر هر شب خرج داری. 300 نفر که میگم کمشه به مردم باور کنن، بیشه گعده میکنی. حالا از فرق صورت میکنه، فرق چی چیه؟ او در وقتی از صحبتش فرق ناسی از دور رو آمدی بره اصابت مردم خواند و تاکید کرد این عصبانیت به شورش منجر می شود. او همچنین در ادامه اضافه کرد که این شورش در سطح کلان ممکن است به انقلاب منتهی شود. خب میشه دیگه، تو شکی نیست داری، هیچ شکی نیست، فکر جا برای خودت بکن. آتش سوزی در شرک صنعتی شهید سلیمی تبریز، زلزله اومده زدن خود و اونجا میگن انفجار ایجاد شده. به گزارش رسانه جمهوری اسلامی آتش سوزی در شرک صنعتی شهید سلیمی در آذرشهر در اثر عریق در واحد تاثیر روغن خودرو این شهر رخ داده و تلاش برای خاموش کردن آن ادامه دارد. هنوز تعداد مصدومان احتمالی خبر منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم
از آذرشهر وارد تصحیح روغن خودرو و شهرک در شهرک صنعتی شهید سلیم در واقع قبل آتش گرفت. خوب گفت، جالب، اخبار چند بار تکرار میکنند. اما مجتمع نظامی اصفهان هدف حمله نظامی قرار گرفت. خب به گزارش رسانه های داخلی ایران، شنبه شب چند انفجار خیابان امام خمینی اصفهان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری دولتی این انفجارها انفجار در مهمات سازی روی داده، اما برخی دیگر از مردم میگویند این یک حمله پهپادی بوده است. گفته می شود محل انفجار یک مرکز متعلق به وزارت دفاع است. دفاع ایران است و منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در این باره گفته چند صدای ناهنجار در شهر شنیده شده که دلیل آن در حال بررسی است. مبارکتون باشه. خب هند حالا برگشته تا سر خط اول برای واکسیناسیون. ولی دیگه دیر جون بگید. شما زمانی که کاری کردید همه تون با هم دیگه شروع کردید آمده پشت پرده، چون بیشتر مردم با ترسوندن مردم کشتید، دست به کار عجیب غریبی زدند. حالا تو زمانی قصه میریزید تو چشون. هند با چند واکسیناسیون با استفاده از چه واکسن قطره‌ای کرونا کووید 19 آغاز کرد. این واکسن که توسط شرکت تحقیقاتی و تولید داروی بهارات با بایونت بایوتک هم چی ساخته شده با به نام ای ال کوکسی فلان نام گذاشته شده و از طریق چکاندن چند قطره در بینی وارد بدن می شود. اما اونایی که زدن واکسن رو سیستم دفاعی بدنشون این ویزا ارسالی به صدا از انفجار در کارخانه تحصیل اصفهان خبر میده. آسی در کارخانه شرکت نکن خوبر خبرش خوندم براتون. صدای انفجارهای مهیب اصفهان منجر به ترس مردم شده است. تصاویر حمله پهپادی و واکنش پدافند ضد هوایی اصفهان، فیلم صدای چند انفجار در فرانسه. یکی از دوستان فرمودن که مبرر سازی دارایی ها این دوستان از اینا با کلمات بازی میکنن. اصل این هست که دارن اموال دولت رو میفروشن. اموال دولت مال خودشون نیست، مال ملته. تمام ساختمان ها تمام جیب ملت ساخته شده، از بودجه عمومی ساخته شده، از بودجه عمرانی ساخته شده. حالا اینا اونها رو میفروشن. مبرر سازی بازی کلمه بازی کردن با جمله چیز است. بله خدمت شما هستم که این همه جنایت مرگ بر این ولایت در مردم سیستم مجلس نگرم. خب خدمت شما هستم که چیچه مال فجرم که خب خیلی دیگه انصراف دادن، خیلی دیگه نرفتن. منجور آقای نصیری که خیلی از این حکومت دفاع میکرد، نصیریان البته، و از این حرفا. و خب دیگه دیدن که زور پرزور هست. تأکید مقامات حکومت ایران بر نماز جماعت در ادارات، وزیر کشور کوتاهی در نماز گزارش شود. چش قربان همین کارا درست شد. حالا کسی نماز تو نمیرن اون نمازی که بره زورکی اونجا واسه بگه الله اکبر توف تو گره فلان 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 فلان، شما لایق همون هستید. با این کار به جای نمیرسید. با وقتی زور میکنه مثلا مذهبی از اولی میفتن ملت ضد شما عمل میکنه. این قاعده است. با زور به جای نمیرسید. کی میخواد یاد بگیرید؟ کی؟ من نمیفهمم. البته شما نمیفهمید که یه قرار بزنید، ولی گزارش کنید. حالا خواست به مردم اداره جمع بزنید که آقا این نماز نرفته، این وضو نگرفته، این کار هم کاری از اول اون از حکومت ننگی تو مسرکار کردید. وزیر کشور ایران از شهروندان خواسته تا کوتاهی نماز نسبت به نماز رو گزارش کنند. احمد وحیدی گفته که ملاک ارزاوی آنها در پذیرش مسئولیت امر نماز است. یعنی باید برو نماز بخون، باید هر کاری خاصی بکن. هم کاری که اون یارو که رفت خاوری و افسانه کردن نماز میخون چه جور محرم اینجا و و و و, و. تمام شما بدون استثنا کسی نماز میخونید خودتون مسئولیت میکنید و هر غلط انتخاب میکنید، هر دزدی خیانت ران. من نمازم رو خوندم تموش. نه خیر اینا نیست، چوبی تو آسینتون بکنن.
عادت کردین در مسیر رو میبندین، یعنی با عادت و رویه های مواجهی که معلوم نیست که از کجا نشأت گرفته است. از استانداران رخشدار و همگان مکلفن در تدریج نماز اقدام کنند. چش قربان، چش قربان، تموم شد، این برو به کار فاضل جمع باشه، نماز تو بخون، هر کاری خاصی بکن بکن. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم در این مراسم از مسئولان خاص است برگزاری نماز جماعت در ادارات حساس باشند. علم خدا از عملکرد نیروی انتظامی علیه معتادان تقدیر کرد. باری که حالا به تو جنایتکار، باری که حالا جنایتکار تقدیر میکنی؟ علم خدا تو چی روی ببینی من نمیتونم، ولی تو یه عتیقی تو با تو نگرت دارم، تو قفس قفس دورش باز باشه و بعد ببین قیافت دیدن دارم اونجا. احمد علیزاده نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد با احمدزاده رادان فرمانده نیروی انتظامی انتظامی ملاقات کرد و گفت که امروز حقیقت این است که ما در جنگ هستیم. بله، با ملت خود کشور در جنگ هستیم، تو شک نیست. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت بزرگ آرا قطعنامه ای را در بیان همبستگی با مردم ایران که با شرکت در اعتراضات ضد حکومت خطر زندانی شدن و حتی مرگ را پذیرفتند تصدیق کرده است. این اولین بار در تو تاریخ اتفاق میفته. دو تا مجلس مجلسان این قدمی که با 420 رای در مقابل یک رای مخالف تصویب شد تازه اقدام بین المللی علیه حکومت ایران است که در بیش از 4 ماه گذشته دست به سرکوبی و خشونت زده است. جمعه های اعتراض در ظاهر ادامه دارد. مردم همچنان شعار میدن مرگ به خامنه ای. خیلی عالی. 40 سال تهدید جهان برای بستن تنگه هرمز. تنگه هرمز یکی از استراتژیک ترین تنگه های جهان از چه در نظام چه اقتصادی است. تنگه که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می کند و تنها راه دسته کشور نفتخیز خلیج فارس به آبهای آزاد است. بکنید 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 نامرد بیشرفی نکنید. یک حقوقدان خطاب نمایندگان مجلس حرف قشنگی زده. بعد از دوره نمایندگی این مزخرفات دامن تو میگیرد، حواس جمع باشه. در کشور اروپایی هم وقتی یه متهم رو میگیرن میگن هر حرفی بزنی به علیه فساد میشه، میتونی حرف نزنی، ولی اینا نمیتونن، اینا با هر سر پول. محسن برهانی حقوقدان در واکنش به طرح مجلس برای کنترل فعالیت و اظهار نظر افراد مشهور در توییتی نوشت خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر بدهند، بعد از این که اظهار نظر کردن میتونید حرف بزنید. او خطاب به نمایندگان مجلس افسود به فردای بعد از دوره نمایندگی هم فکر کنید. اگر اونا فکر میکردن که اینطور نبود استاد نمایندگی قبول نمیکردن. روزی که مزخرفات دامن میگیرد آزادی بیان شهادتت مبارک. آزادی بیان شهادت مبارک. بله. امام جمعه تهران دیدند برای مردم خیلی جالبه ها. چی از کارشون در میدونم. دیدند برای مردم مؤثریم، تحریم رو ما کردند. والا خرم خرم که بشنه میخند یاد تو. کاظم صدیق امام جمعه تهران و رئیس ستاد امر معروف نهی از منکر با اشاره به تحریم این ستاد توسط کشورهای غربی گفت ما رو تحریم کردن، اما فضل الهی امروز در تمام وزارت‌ها و ادارات شورای امر معروف نهی از منکر تشکیل و طرح عفاف و حجاب و 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 چون دارن مردم مؤثرن. مردم واقعا رأی مثبت پارلمان ایالت فلان نیدرلاندزاکسن آلمان به گرفتن قرار گرفتن تر سپاه در فهرست گروه تروریستی. سخنرانی اخیر سردار قانی باز جوش آورده، باز مواد زده سنتی و سنتی قاطی زده. خودتان بروید قبل از اینکه بیرونتان کنند. بابا جو خونه خالش اینجا هر دستوری به خودم یاد جمع کسی بزن بابا. همین حالا که نشستید در کرانه باخته چندین عمل در رخ دادن است. چقدر احمقی اگه هستن رو فاش میکنه، ولی خب خالی بندی مشخصه. هرچی رژیم سنتی فشار بیاد، فشار مضاعف روی آنها خواهیم داشت. تا دیر نشده خانه ها رو بفروشید. چشم، حتما. آقا گوش کن حرفای شما. رئیس سازمان خصوصی سازی در مهده برنجک وزارت جهاد کشاورزی 300 هزار متر زمین و دارایی دارد. همون اول برنجک بودید دست راست و دارایی دارد که میتواند حداقل نیمی از آن به فضای سبز خدمات و تعداد نیلگشن بفروشند. در فرمانی اداره کل دریانوردان 7400 زمین دارد. این اداره کل میتواند به خیابان آزادی یا کنار دریاچه دیگر منتقل شود و زمین ارزشمند نفش اندرزگو را آزاد کند. چه
به کجا رسیدید؟ خیلی حرفا. باشگاه تفریح بانک‌ها در منطقه 1 تا 4 شهرستان 200 هزار زمین دارند. بانک ملی آجدونی، بانک مسکن در فرمانی بانک کشاورزی، در سابقران بانک ملی، در کامل بانک صادرات، در هنگام بانک سپه در متحری مجتمع و تفریح دارند. یعنی همون سالانه که در مثلا تفریح و مقرون نمیدم ورزش و عروسی و حرف مفاهیم. بانک مرکزی 85 زامد باشگاه در تورار در منطقه پاسداران در اختیار داد. خلاص اینا تازه بحث نکنه. خب خدمت شما هستم و من پیگیری خبر هستم. اگر هم کاری کرده باشه دفتر آقای سیستانی برای نجات خودشون هست، برای آینده خودشون هست. میدونن که تنها فرد مؤثر و کاربر توی دنیا برای این قضیه فقط شازده پرده ایام بکام بود. خوش